خب چی شد که یاد من کردی؟ والا حاجی حقیقتش اومدم ازتون گله کنم. تو سه بار این بچه خبرنگار ما اومدن خدمتتون برای مصاحبه، تحویل نگرفتی. گله برای چی؟ گفتم حرفی ندارم بزنم. دست شما در نکنه، سردار جنگ، پدر شهید، خودش جانباز، میشه حرف برای گفتن نداشته باشه؟ گیرم که حرفی باشه. کوگوش محرم؟ من خودم نوکرتم حاجی، روزنامه هم در اختیارته. مردم باید بفهمن سردار خیبر چرا یه گوشه تو تراشگاهش نشسته. انقدر سردار بخی که من نبرد. من قبل از جنگ تراشگار بودم، الانم تراشگارم. تو جنگ بودن منو وکیل دولت و طلبکار ملت نکرده. اما مردم این کشور مدیون شما. چرا فکر میکنی مردم این کشور مدیون من هستن؟ من برای دفاع از ناموسم هیچ کس رو زیر دین خودم نمیبینم. ما مدیون جوانای این کشور هستیم، مدیون نسل فردا، نه امثال ما. حاجی قبول کن ما هم کم زحمت نکشیدیم توی مملکت. این انقلاب رو شونای ما اومد بالا. حالا یه دفعه فکر میکنن صاحب اول آخر این مملکت هم. اونقدر زوری روی شونه ها نمیبینم که یه انقلاب روش بیاد. حاجی جونو هم ول کن تو رو خدا. ماشاءالله دست دو قوت قدیم ها. به جای من تو از خودت بگو. چی بگم والا حاجی، حرف برای گفتن زیاده. یاد قدیما که میفتم دلم میگیره. همه چیز چقدر خوب و آرمانی بود. میتونست خیلی بهتر از این باشه اگه آرمان هامونو یادمون نمیرفت. حاجی واقعا چرا اینجوری شد؟ چرا ما به اینجا رسیدیم؟ بعید میتونم که برای تو مهم باشه. تو رو خدا این حرفو نزن. در مورد من چی فکر میکنی حاج داوود؟ فکری نمی کنم. عمل کرده تر روز با تیراژ بالا تو روزنامه فروشی هاست. گذشتتم که میدونم. خب حاجی اگه نظری در مورد روزنامه داری من گوش میکنم. آره گوش میکنی، اما راه خودتو میری. همیشه همینطور بودی. از من پرسیدی چی شد که به این روز افتادیم ها؟ واقعا میخوای بدونی؟ آره حاجی بگوشم. ما انقلاب کردیم که دین رو حاکم کنیم، اما مشکل از اونجایی شروع شد که یادمون رفت اسلام دین اخلاقم هست. چسبیدیم به احکام، اخلاق رو گذاشتیم لب تاخچه و فراموشش کردیم. هیچ فکر کردی که چرا بیشتر متدینین ما اینقدر عبوس هستن؟ در حالی که پیغمبر ما نمونه خوشخلقی با امتش بود. امام صادق از دین تعریف داره آقا ابراهیم، میگه دین به رکوع و سجود طولانی نیست، دین یعنی امانت داری و وفای به عهد. امانت این بچه ها رو چجوری نگه داشتیم؟ به عهدی که با این ملت بسیم چقدر عمل کردیم؟ از احکام فقط اینو یاد گرفتیم که دوتا ماشین بندازیم تو خیابون، تن و بدن جوونامونو بلرزونیم، یا یه هلیکوپتر بفرستیم رو سقف خونه مردم نیرو پیاده کنیم برای جمع کردن 4 تا بشقاب آهنی، یارو 70 میلیون پول هیئتو که مردم به امانت بهش داده بودن خورده. اون وقت تو عروسی برادرزادش چون یه دلنگ و دولنگی کردن میگه معصیت داره، حرومه، من نمیرم. از احکام همینه یاد گرفتیم که اگه یه دختر 2 تار موش پیدا بود با پونس فرو کنیم تو پیشونیش. اون وقت ادعا کنیم که خیرخواه مردمیم، نگران آخرت اونا هستیم. همین خیرخواهی بعضی ها کار دستمون داد. اینجوری شد که به اینجا رسیدیم. حالا دوزارید افتاد آقا ابراهیم. انحراف در انقلاب با امثال شما شروع شد. شنیدم تو روزنامه نوشتی امام عسکری اصلا پسر نداشتن. نگران تماق ابراهیم. وای به حال ما، وای به حال ما.